شیخ عثمان الخمیس مبلغ اهل تسنن کویتی با فتوای مبنی بر حرام بودن پوشیدن رنگ قرمز برای مردان موجی از واکنش ها را در فضای مجازی برانگیخته است همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم فتوای شیخ عثمان خمیس مبلغ اهل تسنن کویتی در خصوص ممنوعیت پوشیدن رنگ قرمز برای مردان موجی از واکنش های متفاوت در شبکه های اجتماعی به ویژه در پلتفرم ایکس توییتر سابق به راه انداخت. وی در توجیه این فتوا دلایلی همچون اختصاص این رنگ به زنان و کافران را برشمرد. این فتوا با واکنش های متفاوتی از سوی کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده است. برخی از کاربران با این فتوا موافق بوده و آن را بر اساس آموزه های دینی توجیه کردند. اما بسیاری دیگر این فتوا را تنگ نظرانه و مغایر با روح دین اسلام دانستند. مخالفان این فتوا دلایلی همچون عدم وجود دلیل قاطع برای تحریم رنگ قرمز و همچنین تأکید دین اسلام بر آزدی های فردی را مطرح کردند. آنها معتقدند که چنین فتواهایی میتواند به ایجاد تفرقه و اختلاف در جامعه منجر شود. منتقدان معتقدند که برخی از مبلغان دینی به ویژه در میان اهل تسنن با ارائه فتواهای سلیقه‌ای به جای ترویج مفاهیم بنیادین اسلام به ایجاد اختلاف و تفرقه در جامعه دامن میزنند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تفسیرهای خشک و انعطاف ناپذیر از دین میتواند مانع از پیشرفت و توسعه جوامع اسلامی شود. در همین حال فجر و سعید روزنامه نگار کویتی در واکنشی به این فتوا نوشت: ای شیخ، آیا در دین دستورات دیگری وجود ندارد که به مردم اخلاق نیکو، رفتار شایسته و ترویج صلح و احترام به یکدیگر را آموزش دهد؟ برخی از کاربران تاکید کردند که دین اسلام دینی است که بر رحمت عدالت و آزادی تأکید دارد و چنین فتواهایی که به جای وحدت موجب تفرقه و اختلاف می شود با روح دین سازگار نیست.